می فرماید امام حسن مجتبی علیه السلام یا عبدالله به عبدالله ابن جعفر کیف یکون المؤمن و مؤمنن و هو یسخط قسمه و یحقر منزلته و الحاکم علیه الله. مؤمن چجوری میتونه مؤمن باشه در حالی که نسبت به قسمت خودش، میگن قسمت تقدیر، نسبت به قسمت خودش ناراحته، میگه یحقر منزلته، نه این جای من خوب نیست، کی تعیین کرده اینو برات؟ الحاکم علیه الله. از مؤمن نیستی اگر به مقدرات خودت اعتراض بکنی. کی اینو تنظیم کرده؟ می فرماید کیف یکون المؤمن مؤمنا و هو یسخط قسمه. چجوری میتونه یک کسی مؤمن باشه و اون مقدرات خودش رو ناراضی باشه؟ میدونی با چه حکمتی طراحی شده اینا برای تو؟ کسی که دوست داره اینا رو طراحی کرده، راضی باش. بعد میفرماد و انا ضامن، من امام حسن مجتبی ضامنم، لمن لم یحجس فی قلبه الا الرضا ان یدعو الله فیستجاب له. من ضامنم کسی جز راضی بودن به رضای الهی به دلش خطور نکنه که هر دعایی کرد مستجاب بشه، مستجاب الدعوه خواهد شد، مستجاب میشه. در یک روایت دیگری هست معصومین علیهم السلام فرمودن که هر موقع دیدی احساس رضایت داری، خدایا راضیم، همه چی عالیه، شکر، فرمود الان دعا کن، چی میخوای بگو، حالت خوبه، حال معنوی راضی بودنه، نه شاکی بودن، شاکر بودن. تو راضی باش بعد دعا کن. من راضیم خدایا، همه چی اوکیه. امام حسن میفرماد من ضمانت میکنم که تو در حال رضا، جز رضا به قلبت خطور نکنه، دعا کنی مستجاب میشه. کیف یکون المؤمن مؤمنا و هو یسخط قسمه. چجوری میتونه یک کسی مؤمن باشه و اون مقدرات خودش رو ناراضی باشه؟ میدونی با چه حکمتی طراحی شده اینا برای تو؟ کسی که دوست داره اینا رو طراحی کرده، راضی باش. بعد میفرماد و انا ضامن، من امام حسن مجتبی ضامنم،